خبر آغاز شدن فروش چیپته های هواپیما از روسیه به تاجیکستان و برعکس بسیاری ها بخصوص مهاجران را خرسند کرد. در یک روز اخیر چندین نفر از رادیو آزادی پرسیدند که آیا درست است که فروش چیپته های هواپیمایی آغاز شده است، اما مقامات تاجیکستان روز 4 ایون این خبرها را رد کرده و گفتند به یگان شرکت هواپیمایی اجازه پرواز مستقیم از روسیه به تاجیکستان و برعکس را ندادند و حالا معلوم نیست که پروازهای مستقیم کی از سر گرفته می شوند. آژانس اویاسیون گراژانی روز 4 ایون با پخش یک بیانیه گفت پروازهای دائمی به روسیه و دیگر کشورها تنها پس از معتدل شدن وضعیت عاید به بیماری کووید 19 عملی کرده می شوند. اظهارات این نهاد در پی آن صدا می دهد که چندی از شرکت های هواپیمایی روسی از فروش چیپته ها به سمت تاجیکستان خبر دادند. آژانس ازیا پلوس از قبل شرکت یوتر نوشت این شرکت به فروش چیپته ها به سمت دوشنبه شروع کرده است و در سامانه شرکت نوشته شده است که پروازها به سمت دوشنبه از روز 30 ایون شروع می شود. همین طور شرکت اورالسکی اویالینی هم به مشتریان چیپته ها به سمت تاجیکستان را بعد از 13 ایول پیشنهاد کرده است، هرچند مسئولین نمایندگی این شرکت در دوشنبه از آغاز پروازها اظهار بی‌خبری کردند. آژانس اویاسیون گراژانی تاجیکستان از شهروندان خواسته است از خریداری چیپته های هواپیمایی فعلا خودداری کنند. سفارت روسیه در تاجیکستان هم روز 4 ایون در یک بیانیه گفت به شهروندان توصیه نمی‌دهد که فعلا چیپته هواپیما بخرند. مقامات تاجیک گفتند هنوز معلوم نیست که پروازهای هواپیما از تاجیکستان به روسیه و دیگر کشورها کی شروع می‌شوند.